قوانینی برای موفقیت متمرکز در دنیای پریشانی کار عمیق نوشته کال نیوپرت کار عمیق در سال 2016 تاکید دارد که جهان پیشرفته و فناوری های نوین باعث شده که توانایی ما برای تمرکز عمیق بر وظایف و چگونگی غلبه بر محاصره افکار و نگرانی های نوین از بین برود این خلاصه راهکارهای مختلفی را برای بهتر کردن نتایج کار و بهرهگیری از وقت آزاد به شما ارائه میدهد و میتوانید یک کار عمیق و بیعیب و نقص را در هر زمینه‌ای به انجام برسانید کار عمیق برای چه کسانی مناسب است هر کسی که میخواهد بر روی کارهایی که انجام میدهد تمرکز و شناخت کافی داشته باشد افرادی که تمام روزشان از طریق چک کردن ایمیل رسانه های اجتماعی و یا فناوریهای های نوین به هدر می رود. کارمندانی که میخواهند ابزارها و یا روشهای جدیدی را برای افزایش بهرهوری خود بیاموزند کال نیوپرد استادیار علوم کامپیوتر در دانشگاه جورج تاون است که در زمینه تئوری الگوریتم‌های های توضیح شده تخصص دارد. او صاحب چندین نشریه از جمله مجله شرکت گلوب و میل و سه او رید منفی 800 نیز هست. جدیدترین کتاب او با عنوان خیلی خوب آنها نمی شما را نادیده بگیرند توانست در لیست بهترین کتاب های تجاری سال قرار بگیرد در این خلاصه چه چیزی برای من وجود دارد می پتانسیل کامل خود را از طریق کار متمرکز و عمیق تحقق ببخشید خودتان صادق باشید وقتی که این خلاصه را مطالعه می کنید به نظرتان چند اعلان ایمیل و یا پیام را دریافت خواهید کرد شاید شما پاسخ دهید که خیلی کم اما سوال ما این است که این امر حتی اگر به تعداد محدود صورت بگیرد آیا می تواند بر روی درک شما از این خلاصه تاثیر بگذارد احتمال اینکه شما کمتر متمرکز شوید و برخی از بخش های این خلاصه را نیز از دست بدهید زیاد است در اصری که فناوری با شتاب زیادی در حال حرکت و تکامل است که فقط می توانیم در خواب میزان شتاب آن را ببینیم هواسپرتی به بخشی از زندگی ما تبدیل شده است به همین دلیل ما باید مهارت و توانایی تمرکز خود را روی یک کار قرار دهیم در واقع باید یاد بگیریم که به کارهای عمیق بپردازیم این به چه معناست و چگونه میتوان به آن دست یافت بهترین راه برای مبتدیان این است که اعلانهای خود را خاموش کنند و بعد متوجه زمانی که به خاطر آن از دست میدهند خواهند شد در این خلاصه ها کشف خواهید کرد که چند وظیفگی باعث می شود که شما بهرهوری کمتری داشته باشید. آشنایی با تفاوت کار عمیق و غرق شدن در کار و نحوه تنظیم اوقات فراغت می تواند زمان خوبی برای تمرکز روی یک موضوع خاص باشد. چند وظیفگی و حواظ پرتی دشمنان بهرهوری هستند، بسیاری از مردم تصور می کنند که انجام دادن تعداد زیادی کار به یک باره کارآمدترین روش استفاده از وقت است اما این منطق اشتباه است دلیلش هم این است که چند وظیفگی با بهره وری برابر نیست سوفی لروی استاد تجارت دانشگاه مینسوتا در سال 2009 تحقیقاتی را در همین زمینه انجام داد که نشان می دهد چرا چنین اتفاقی رخ می دهد و ما فکر می کنیم با کار زیاد می توانیم بهرهبری خود را بالا ببریم توجه ما در حین کار به فعالیت اولی که آن را آغاز کردیم جلب می شود این بدان معناست که ما نمیتوانیم تمرکز و توجه ویژه‌ای که در وظیفه اول بر عهده داشتیم را در وظیفه دوم هم حفظ کنیم. سوفی لروی نشان میدهد که هنگام تغییر وظیفه از الف به ب توجه ما هنوز به وظیفه اول معطوف است. به این معنی که فقط نیمی از تمرکز ما روی وظیفه دوم متمرکز می شود. او در آزمایش خود از دو گروه بهره برد. گروه حلف که روی یک پازل کلمات کار می کردند و به یک باره از آنها درخواست کرد که به بررسی رزومه ها و تصمیمات استخدامی بپردازند. و گروه ب که از آنها خواست بعد از تمام شدن کار پازل کلمات به سوی بررسی رزومه ها بروند نتیجه به این صورت بود که گروه الف تمرکز بیشتری بر پازل و در نتیجه تمرکز کمتری بر وظیفه سنگین استخدام فرد مناسب داشتند وظیفه دوم چه طولانی باشد و چه کوتاه چند وظیفگی برای داشتن بهره بالا مناسب نیست در حقیقت اگرچه نگه داشتن رسانه های اجتماعی و برگه های ایمیل در مرورگر وب شما ممکن است که بی باشد حتی اگر به آنها نپردازید اما همان زمانی که صرف دیدن آن در روی صفحه نمایش مانیتور و یا گوشی خود می کنید کافی است تا بهرهوری شما کاهش پیدا کند به عنوان مثال یک مطالعه در سال 2012 توسط شرکت مشاوره مکنزی نشان داد که متوسط کارمند بیش از 60 درصد زمان خود را در طول یک هفته کاری صرف استفاده از ابزارهای ارتباطی آنلاین و گشت و گذار در اینترنت می کنند و سی درصد دیگر از زمانشان نیز به خواندن ایمیل و پاسخ دادن به آنها اختصاص می با وجود این داده ها کارمندان احساس می کردند که بیش از هر زمان دیگری فعالیت داشتند داشتن چنین احساسی به این دلیل است که انجام کارهای کوچک و جابجایی اطلاعات باعث می شود که فکر کنند که سرشان خیلی شلوغ است اما این مهم باعث کاهش تمرکز واقعی کارمندان شده و مسلما روی بهرهوری آنها نیز تأثیر منفی بر جای گذاشته بود استراتژی های مختلفی برای دستیابی به کارهای عمیق وجود دارد که با داشتن انگیزه امکان پذیر خواهد بود. موانع زیادی در سر راه کار عمیق شما وجود دارد که اکنون با برخی از آنها آشنا شده اید اما سوال اینجاست که چگونه میتوان بر آنها غلبه کرد در حالی که هیچ استراتژی جهانی به خصوصی درباره آن وجود ندارد اولین روی کردی که میتواند به شما کمک کند رهبانیت است این استراتژی باز به این بردن همه منابع منحرف و خلوت کردن با خود مانند یک راهب کار می کند. این روی کرد باعث می شود که فرد عوامل منحرف کننده ذهن و کارش را شناسایی کند و مانند یک راهب زمانهای مشخصی را تنها به انجام یک سری از کارهای مشخص بپردازد حالت دوم روی کرده دو قطبی نامیده می شود که در این روی کرد با تعیین زمان مشخصی برای خلوت گزینی از تمام مسائل هاشیهی به انجام کاری معین پرداخته و باقی وقت را برای پرداختن دیگر کارها آزاد می گذاریم سومین روی کرد ریتمیک یا موزون است این رویکرد به شکلگیری عادت انجام کار عمیق در بازه های زمانی مشخص یعنی مثلا بازه های زمانی 90 دقیقه در روز میپردازد در این رویکرد با استفاده از یک تقویم دفعات و میزان تحقق این هدف را باید بررسی کرد و سرانجام آخرین روی کرد استراتژی روزنامه است که برای استفاده از کل زمانهای آزاد پیش بینی نشده در روز با هدف انجام کار عمیق است. بدون توجه به اینکه کدام روش را رو انتخاب می کنید همواره به خاطر داشته باشید که این روش ها علمی هستند نه تصادفی در واقع این مهم دقیقا تفاوت بین کار عمیق و غرق شدن در کار را نشان می دهد. در واقع غرق شدن در کار تصادفی است و پس از چندین ساعت صرف وقت و تعلل و پشت گوش انداختن کارها عملی می شود. از طرف دیگر کار عمیق عمدی و مطلوب است و همین امر داشتن یک سری آداب و رسوم برای انجام آن را ضروری می کند تا ذهن شما برای انجام آن آماده شود. آینهایی که شما انتخاب می کنید تا کار عمیق اجرا کنید می تواند متفاوت از دیگری باشد ممکن است یک علامت مزاحم نشوید را در به دفتر رفتن به کتابخانه و یا کافی شاپ باشد در صورتی که در یک دفتر باز کار می کنید مورد دوم می تواند برایتان بسیار مناسب باشد جی کی رولینگ را در نظر بگیرید برای اینکه بتواند آخرین قسمت کتاب هری را بنویسد به هتل پنج ستاره رفته از محیط خانه که عامل حواس پرتی او بود دور شود و کار عمیق خود را انجام دهد. آین دیگر تعیین مرز هاست. به عنوان مثال قطع ارتباط با اینترنت یا خاموش کردن تلفن است و سرانجام همه ی موانع کار عمیق خود را با تمرکز بر روی بدن و اهمیت دادن به آن از بین ببرید وقتی بدن شما خسته باشد هرگز انرژی لازم را برای انجام فعالیت ذهنی به دست نخواهد آورد به همین دلیل بدن خود را با ورزش استراحت و مصرف ویتامین ها قوی سازید تا کار عمیق خود را به بهترین شکل مغز خود را برای استفاده از فناوری انتخابی متمرکز کنید. در دنیای مدرن مغزهای ما عادت کردند که حواس حواسپرتی داشته باشند. از این گذشته به هر طرفی که نگاه میکنیم مردم به صفحه نمایش خود چسبیدند یا بازی میکنند. پیام میدهند و یا فیسبوک خود را چک میکنند. مشکل از مغز ماست. آنها به راحتی با یک سیم کشی از بین میروند. دلیل آن این است که این نوع از حواس پرتی ها می توانند برای یک نفر خطرات و یا فرصت هایی را ایجاد کنند در نتیجه تمرکز عمیق بر روی یک کار برای ما دشوار است چون فکر می کنیم که اگر حواسمان بر روی یک کار جمع باشد فرصت های دیگر را از دست می دهیم اما نگران نباشید مدیتیشن مولد می تواند مغز شما را مجددا بهبود ببخشد و به شما در داشتن تمرکز کمک کند در ادامه به شما توضیح می دهیم که چگونه کار می کند. زمانهای مرده مثل قدم زدن و دوش گرفتن و غیره پیدا کنید و اجازه ندهید ذهنتان به موضوع دیگری قافل شود. برای شروع می توانید از خودتان در خصوص آن موضوع و روش های حل مسئله سوال کنید. بعد از اینکه از پرسیدن سوالات به هدف خاصی رسیدید حالا باید از خودتان سوالات عملی بپرسید. ماننده من برای تحقق هدفم به چه کاری نیاز دارم که آن را انجام دهم. مثل یک تمرین سخت به آن فکر کنید تا به ساخت تمرکز شما کمک کند. همچنین مهم است که به هنگام استفاده از رسانه های اجتماعی و اینترنت به اهداف خود توجه داشته باشید. به عنوان مثال، اگر از فیسبوک برای برقراری ارتباط با دوستان خود استفاده می‌کنید، سعی کنید که بخش مهمی از کار شما نباشد. یعنی اول کارتان را انجام دهید و بعد وارد فیسبوک شوید. البته سعی کنید هموار ارتباطات خود را حفظ کنید اگر نمی توانید این کار را انجام دهید بهتر است که به مدت سی روز از رسانه های اجتماعی فاصله بگیرید و بعد از خودتان بپرسید در مدت نبود رسانه های اجتماعی چه اتفاقی در زندگی من رخ داده است آیا اصلا کسی به نبود من در رسانه های اجتماعی اهمیت داده است اگر پاسخ شما به هر دو مثبت بوده پس به خاطر خوبی هایی که برایتان برمغان آورده آن را رها سازید اما اگر پاسخ شما منفی بود و نتوانست برای زندگیتان تأثیر مثبتی بگذارد احتمالا بهترین کار این است که به رسانه های اجتماعی برگردید برنامه ریزی برای کار و وقت آزاد برای بازیابی انرژی خودتان ضروری است وقتی که از سر کار به خانه میآیید اولین کاری که به ذهنتان می رسد که انجام دهید چیست احتمالا هیچ چیز هیچ ایده‌ای به ذهنتان نمی رسد تا اوقات فراغت خود از کار را طوری مدیریت کنید که هم خستگیتان در و هم کارهایی را که دوست دارید انجام دهید برای بسیاری از ما این بدان معنی است که در زمان انجام وظایف هیچ شکاف زمانی مشخصی را نداریم اما به طرز شگفتآوری ما هر شب در یک روال تکراری گیر افتادیم مثلا تلویزیون تماشا میکنیم از طریق تلفن خود دائم از یک برنامه به برنامه دیگری میرویم به صفحه رایانه شخصی خود خیره میشویم و هنگامی که سرانجام وقت خواب فرا میرسد احساس خستگی بیشتری نسبت به زمانی که از سر کار به خانه آمدیم می کنیم و این باعث می شود انرژی خود را برای روز بعد از دست بدهیم اما چگونه می توانیم از این وضعیت جلوگیری کنیم با برنامه ریزی می توانید وقت خود را به جای فکر کردن در مورد آن آزاد سازید در شروع هر روز کاری برنامه سی دقیقه را اجرا کنید برای این کار یک کاغذ بردارید و آن را به دو بلوک تقسیم کنید در این برنامه باید وظایف شخصی را از وظایف کاری جدا کنید و هر کدام را در بلوک جداگانه‌ای قرار دهید مثلا زمان استراحت دیدن فیلم را از زمان چک کردن ایمیل پاسخ به تلفن و غیره جدا سازید اگر نگران این هستید که برنامه شما در طول روز تغییر کند باید بگوییم که این اتفاق میافتد و امری اجتناب ناپذیر است اما اگر اتفاقی غیر منتظر افتاد که باید سریع با آن رسیدگی کنید می توانید دوباره برنامه های خود را در بلوک ها بچینید و آن را برنامه ریزی کنید این ایده به شما کمک می کند تا از برنامه ی اوقات فراغت خود به بهترین شکل استفاده کنید البته نباید برنامه ریزی برای آخر هفته ها و همچنین شب ها را نادیده بگیرید با این کار می توانید در جهت اهداف خاص خود حرکت کنید مهمترین اقدام شما باید این باشد که کارتان را در دفتر بگذارید و آن را با خود به خانه نیاورید با عنوان مثال با اعمال محدودیت در خانه از جمله چک نکردن ایمیل و پاسخ ندادن به پرسش های کاری از طرق مختلف می توانید فضای ذهنی خود را برای مدتی با کار نکردن خاموش کنید و انرژی لازم را برای روز کاری آینده به دست آورید در نهایت شما با برنامه ریزی برای عصرها و آخر هفته های خود در مورد فعالیت هایی به از فعالیت های اینترنتی می توانید به احیای ذهن و بدن خود کمک کنید برنامه ریزی شما برای آخر هفته ها می تواند مطالعه کردن ورزش و یا بودن در کنار عزیزانتان باشد اهمیتی ندارد که چه برنامه هایی برای آخر هفته های خود می چینید همین که کار را از زندگی شخصی خود جدا می کنید در بازیابی انرژی از دست رفتهتان بسیار مؤثر خواهد بود و به طور خلاصه باید بگیم که حواسپرتی ها در همه جای این دنیای مدرن وجود دارد و باعث شده به چند وظیفگی روی آوریم این عامل روی بهرهوری ما به شدت تاثیر منفی به جای میگذارد اما خبر خوب این است که می توانیم با از بین بردن حواس پرتی و انجام دادن یک کار در یک زمان به مغز خود فرصت تمرکز و کار عمیق را بدهیم با داشتن برنامه ریزی هم به کار خود برسید و هم از اینترنت استفاده کنید یک دفترچه یادداشت را بردارید و در آن مشخص کنید که قرار است چه زمانهایی را به اوقات فراغت بگذرانید و چه زمانهایی از اینترنت استفاده کنید اگر در برنامه شما برای چند ساعت استفاده از اینترنت ممنوع است نباید از آن استفاده کنید زیرا این مهم باعث کاهش بهرهوری شما می شود با داشتن یک مدیریت قوی در جداسازی زمان کاری از زمان استراحت و اوقات فراغت نتایجی به دست خواهید آورد که شگفت زده خواهید شد